31 روز فروردین ماه برابر با 20 آپریل سال 1194 خورشیدی برابر با 1815 میلادی تبعید ناپلئون بناپارت به جزیره الب. ناپلئون یکم یا ناپلئون بناپارت نخستین امپراتور فرانسه که نقش بسزایی در تاریخ اروپا داشت در جزیره کرس متولد شد و به عنوان افسر توپخانه تعلیم دید. وی آرام آرام بعد از وقایع انقلاب کبیر فرانسه رشد کرد و در جنگ‌های مختلف فرماندهی نیروهای فرانسوی را بر عهده گرفت. ناپلئون طی یک کودتا خود را به عنوان کنسول اول منصوب کرد و عملاً قدرتمندترین فرد فرانسه شد تا آنکه 5 سال بعد با تاجگذاری به مقام امپراتوری فرانسه رسید. وی در اولین دهه قرن 19 ارتش فرانسه را علیه اکثر قدرت‌های اروپایی هدایت کرد و پس از رشته‌ای از پیروزی‌ها موقعیت فرانسه را به عنوان یکی از قدرت‌های غالب قاره اروپا تثبیت کرد. تاکتیک‌های وی باعث پیروزی‌های بسیاری برای ارتش فرانسه در برابر ارتش‌هایی شد که حتی در بعضی موارد از لحاظ تعداد بر ارتش فرانسه برتری داشتند. به همین دلیل وی به عنوان یکی از فرماندهان نظامی تاریخ شناخته شده است. سال 1288 خورشیدی برابر با 1909 میلادی جنازه باسکرویل آمریکایی که توسط مستبدان تبریز به قتل رسیده بود با شکوه کامل در تبریز تشییع شد. هوارد کانکلین باسکرویل معلم تاریخ عمومی آمریکایی مدرسه مموریال یا مدرسه مبلغین مذهبی فرقه پرسبیتری که اغلب از او به عنوان لافایت آمریکایی ایران نیز یاد می شود، ورودش به ایران همزمان با سلطنت محمد علی شاه و به توپ بسته شدن مجلس و آغاز استبداد صغیر در ایران همراه بود. وی رفته رفته بنا به خواست شاگردان و معلمان مدرسه تدریس حقوق بین الملل را نیز بر عهده گرفت و چون در همان دوران مردم تبریز به رهبری ستارخان و باقرخان برای اعاده مشروطیت به پا خواستند و دسته هم به نام فوج نجات تشکیل شد، باسکرویل که دوره سربازی را در آمریکا دیده بود تصمیم گرفت به جای نقالی تاریخ مردگان مشق نظامی به جوانان بیاموزد. بنابراین در جواب همسر کنسول آمریکا که از او خواست تا از صف مشروط خواهان جدا شود، ضمن پس دادن پاسپورتش گفت: تنها فرق من با این مردم زادگاهم است و این فرق بزرگی نیست. سال 1268 خورشیدی برابر با 1889 میلادی زادروز آدولف هیتلر صدر اعظم آلمان. آدولف هیتلر رهبر کاریزماتیک حزب ملی سوسیالیست کارگران آلمان یا همان حزب نازی، صدر اعظم آلمان و پیشوای رایش آلمان بزرگ به ریاست این حزب رسید و نهایتاً فجایع جنگ دوم را رقم زد.